سرزمین من بگو دوستان تو بنده تا سرشته خورشید رو تا انتهای شب ببر از سرزمین من بگو تا قله های افتخار از پهلوانان دری از کوه های استوار از پهلوانان دری از کوه های استوار طبل شادانه بگو پیروز و مردانه بگو برخیز و پرچم را ببر بر سردر خانه بگو بر طبل شادانه بگو باید حذفش کرد، باید تحریم کرد و اجازه نداد که جمهوری اسلامی تیم کشتی و فوتبالش رو بفرسته خارج کشور. چرا اعضای نایاک، چرا حامیانشون در کانادا میان عاشورای به اون بزرگی برگزار میکنن ولی حاضر نیستن برن جلوی سفارتخونه‌های خارج کشور و بگن این حکومت نرمال نیست و برای همیشه باید بره. در صحبت اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی میباید از عرصه‌های ورزشی حذف بشه. به نظرتون این مجازات جمهوری اسلامیه یا مجازات ورزشکاران؟ چه سوال خوبی رو پرسیدین. شما فکر میکنید که اگر جمهوری اسلامی رو از عرصه‌های ورزشی حذف بکنن این تنبیه ورزشکاران میشه؟ اتفاقا اگر هست باید هم ورزشکاران ما تنبیه بشن، باید هم تو عرصه‌های ورزشی و سینما انگشت اشاره رو برد به سمت اون ورزشکار و هنرپیشه‌ای که میاد کنار روحانی وای میسته میگه رای میره وزنه بردار میشه. همین لهستانیه رو دیدین تو ایرانم خانم وزنه بردار. آره آره، دو سال دیگه نه رحم داره نه تخمدان داره نه چیز داره، همش عمل میکنه میریزه دور. این دیگه زن نیست که دیگه، آخه میری وزنه میزنی. خدا زن آفرید که بیاد 277 کیلو وزنه بزنه مثل رضازاده. باید 250 کیلو بزنه بهترین وزنه بردار جهان باشه یا بهترین مادر دنیا باشه، کدوم یکی؟ میخوام به شما بگم که اینجوریه، من دیدگام اینه. حالا میگن من دیکتاتورم، من ضد زنم، من فلانم، برن از زن من بپرسن ببینم من زده زنم، از دخترم بپرسن ببینم من زده دخترم، از عروستون هم بپرسن. ما بپرسیم همش عمل می کنیم یه دیگه دوری دیگه زن نیست که دیگه، آخه میری وزنه می زنیم. ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.